سلام بچه ها، چطورید؟ امروز براتون یه دیت با اکس آوردم، با امیر و آتوسا. حتما ویدیو رو لایک بکنید و چنل یوتیوب رو سابسکرایب بکنید. سلام بچه ها، چطورید؟ سلام چطوری؟ خوبی؟ قراره که سوالای حساسی و چالشی ازتون بپرسم. من خودم از دو تا ویدیو مثلا همینو گرفتم، ولی ترجیح دادم اولی و همچین ویدیویی بذارم. خوش اومدید به کانالم. نه دیگه، این بار خیلی دارک تر قراره بشه، چون قراره دیت با اکس خودت باشه و خیلی قراره عجیب تر باشه. و اینکه سوالایی که آماده کردم قراره واقعا پارت بکنه. آماده این برای سوالا؟ بریم. اولین سوال، چرا کات کردید؟ خب به خاطر شرایطی که من داشتم به امیر چی نگفتم، یعنی اصلا روم نشد بگم، مجبور شدم که پاشم از ایران مهاجرت کنم و خب به خاطر شرایط در اصل هم جدا شدیم. خب نمیشد امیرم باهات بیاد؟ به خاطر حالا یه سر شرایط خودش نه، به خاطر خانوادم نتونستم برم. توضیح دیگه ای نداری امیر؟ آخه یهو بلند وقتی یهو یه اتفاق واسه تو فکر کن بلند شی، خب یهو ببینی، برای مثال دارم میگم، خب اصلا هر چی که بوده، خب یهو بلند شی ببینی که یه بخش خاصی از زندگیت، بعد مثلا برای مثال تو حالا درسته اون اتفاق اصلا یهو افتاده، ولی درسته جزی از خانوادم بود، تو اون شرایط من خانوادم و در اصل مادرم رو تو اون شرایط ترجیح میدادم. چند وقت ریل بودید؟ 4 سال، یعنی داشت میشید اگه امسال رو در نظر میگرفتیم که نگرفتیم و نمیگیریم، 3 سال و 9 ماه سالگردمون میشد 13 به در، یعنی چند روز پیش. اگه این چند روز پیش رو حساب کنیم میشد 4 سال. 98 بعد چند سال دوباره همو دیدیم، 99 رو دیدیم. آتوس عکاس بود، من اون موقع ویدیو درست نمی کردم، از بچه خوشگله اینستا بود، از اینایی بودم که عکس پوست می کردم. اونم میگم من بهش پی ام دادم، یادم میاد من بهت پی ام دادم. نه یه استوری گذاشتی تو، گفتی که عکاس کی میاد بریم عکاسی، من ریپلای کردم. دو سال بعد اون ماجرا با هم دیگه اوکی شدیم. دو سال. خیلی وقت هم میشناختیم. چجوری ما هم کات کردید؟ یه توضیح بدید. کات شد دیگه بالاخره بعد اینکه من رفتم کات شد. اصلا در اصل پیشنهادی نبودیم، مثلا اتفاق بود که افتاد، یعنی کسی مثلا نگفت بیا کات کنیم، یه های یه چیزی تموم شد. من چون هیچ برنامه‌ای در کار نبود، خب مسلما تا بیایم بهش فکر کنیم که چیکار کنیم چیکار نکنیم، حالا یه سری منطقه از نظر آتوسا، یه سری منطقه از نظر من، از نظر آتوسا منطقی میتونه باشه، چون مثلا اتفاقی که واسه آتوسا افتاده است منم افتاده بود، تو ذهن آتوسا شاید کارش منطقی بود، شاید در نظر من منطقی نبود، میدونی، شاید من نتونستم باش کنار میام. چقدر طول کشید همدیگه رو فراموش کنید؟ خب نکردم من که، امیدوارم این اتفاق واسه نیفته، خب واسه هیچ کسی نیفته، ولی وقتی تو شرایطش قرار بگیری، تو همچین شرایطی ناچار میشی باش کنار بیای دیگه. میدونی خیلی بده، چون مثلا تو یه سری چیزا رو، خب از نظر من خودم دارم میگم، خب شاید واسه اصلا یه چیز باشه که اصلا عادی باشه، چون این طرفی چته با خاصی نمیفته، تو یه سری چیزا رو، یه سری اتفاقات و یه سری پوستا و یه سری عکس و یه سری حرفا رو میشنوی، خب چه بخوای چه نخوای باید باش کنار بیای. شاید مثلا برای مثال دارم میگم، به من ربطی نداره، خب خودش مربوط هستن، هر کاری دلش میخواد بکنه، اصلا به من ربطی نداره. یه سری استوریا و یه سری عکس ها شاید بره رو مخ من، یه سری استایل ها شاید بره رو مخ من، ولی میدونی فقط باید نگاه کنی. من به هر حال آدم کنار میاد، من بدتر از اینش دیدم. بیشتر از همه واسه چی هم دیگه دلتون تنگ شد؟ تا بودنش کلا تو زندگی. نه من یه سری از کارا رو نمی‌کنم، یه سری از جا رو نمیرم، شاید باورتون نشه من حتی یه سری چیزا رو هم نمی‌خورم. امسال فکر کنم نه توت فرنگی خوردم تا الان، نه چاغاله خوردم تا الان، چون میوه‌ای مورد علاقش بوده تا الان که نخوردم. یه سری از لوکیشن‌ها رو هم کلاً نمی‌خوام برم، یعنی یه سری از لوکیشن‌هایی که زیاد می‌رفتیم، برای مثال بخوام بگم نیاوران یه جا داشت، بالای نیاور بغل پارک نیاوران بستنی میده توت فرنگی و طالبی و ایناست، تا الان نرفتم اونجا. بعد کات دوستاتون همون چی صدا میکنن؟ امیر رو همون امیر صدا میکنه. من تو رابطه هم اجازه ندادم
اصلا کسی بخواد همچین صحبتی کنه که بخوام که بخواد به خودش همچین جرأتی بده. درسته دوستامون اصلا قبل اینکه مثلا من بخوام چیزی بگم اصلا همچین اجازه‌ای به خودشون نمیدن ها، خب این به کنار، خب یعنی میدونن اصلا همچین اجازه‌ای نمیدن نسبت به گذشته من اظهار نظر کنن یا بخوان صحبتی کنن بگم فلان اعلان فلانی این کارو کرد فلش کن و اینا. اصلا تو جمعی که میرم ترجیح میدم راجع بهش صحبت نکنم. نفری یه سوال اصلا بپرسید هر چی موضوعش فرقی نداره. خب از اینکه با من بودی پشیمونین؟ نه در حال حاضر کسی تو زندگیت هست؟ نه. اینو به کسی آشنا شدی؟ نه کلا حوصله چیز نداره. رو چی هم حساس بودید؟ خب رو عصبانی بودنش و اگه یه درصد ناراحت می شد یه اشکش در می اومد و اگه دیگه یه درصد تقصیر من بود دیگه، اگه تقصیر من بود خب بیشتر از همه چی از خودم عصبانی می شد. من فقط گریه کردنش بود کنم. گریه کردنش من عصبی می کرد، یعنی تو هر زمینه ای چون میدونستم مثلا هر موقع هم عصبی میشد گریه میکرد، هر موقع، یعنی هیچ چیز دیگه نمیتونست اشکشو در بیاره. آه یه سری هم گشنه شدنی، این دوتا مورد من خیلی حواسم بهش بود، یکی اینکه گریه نکنه، دو اینکه عصبی نشه که تش به گریه ختم نشه. اگه دوباره شرایطش پیش بیاد برمیگردیم به رابطه قبلیتون؟ خب آره، خب هیچ چیز بدی نداشت که بخوام بگم مثلا بر نمیگردم، همه چیزش خوب بود. من معمولا لیوانی که کنار بذارم و دیگه بر نمیدارم، حتی اگه اون لیوان من باشم. من راجع به لیوان حرف زدم، این یه تیکر من تو اینستا خونده بودم. خب برمیگرده میگه تو وقتی از یه بچه میگیری اون بچه مطمئنه که اون توپو داشتی که ازت گرفته، ولی وقتی برای مثال دارم میگم و همچین چیزی اصلا نمیگم، این رو عشق صدق نمیکنه. تو وقتی یه عشق ازت میگیرن تو به این شک میکنی که آیا اصلا عشق وجود داشته یا نه، نمیای بگی عشق رو داشتی ازت گرفتن، به این شک میکنی. ذهن مریض این حرف رو میزنه که اصلا از اول عشق وجود داشته یا نه. این میگه الان عشق وجود نداشته دیگه. نمیگم نداشته، ولی آدم شک میکنه. آدم باید به چیز آدم چیزی که میبینم. خب آدم وقتی میبینه یکی دیگه خانواده خودش رو به جای اینکه اون خانواده که الان دارن انتخاب کنه اونم شک میکنه. نه به جای اینکه نه اینکه یه طرف یه بلند شه بره. خب بعضی وقتا تو رابطه آدمو درکم میکنن. چه ربطی داره؟ ربطش اینه خب شاید نمیتونسته بمونه که رفته. باش. بدش. بعد اینکه کات کردید یادگاری یا کادویی از هم دارید از اون موقع؟ انگشتر واسه ولنتاین فکرام بهم داد. گردن بندی که گردنمه. از کدوم رفیقای همدیگه حالتون به هم میخوره؟ من یه رفیق داشتم اسمش آیناز بود، همیشه حالم ازش به هم میخورد، همین الان هم میتونم بگم حالم ازش به هم میخورد. تمام رفیقاش که باعث میشن وقتشو تلف کنم از اینکه به زندگیش برسه. چند وقت بعد کات یه قرار با یه شخص دیگه گذاشتید؟ نه من فعلا شرایطشون رو که بگم شرایطش الان ندارم، اینکه بهش فکر میکنم یا نه رو نمیگم، خب جواب خاصی واسه این قسمت ندارم، ولی واقعا شرایطش رو ندارم. میدونی این موضوع عصبی میکنه، فعلا عصبی میکنه. خب من با کسایی آشنا شدم که خب پیشنهادش باشه، ولی اینکه من پیشنهاد رو قبول کنم نبوده که بخوام برم سر قرار. مثل که امیر که گفت عشقی نبوده، اگه بود شاید مونده بود. اگه همچین چیزی رو تو داری میگی با طرف هایی که جدید داری میگی آشنا نمیشدی. من باز تحتش اینه که با طرف جدید آشنا نشدم. سر کلاس تو خیابون آدم بهت سلام میدن، تو هم قطعا سلام میدی. طرف میاد میگه خب چطوری خوبی با هم دیگه بریم سر قرار. بعد تو برمیگردی انتخاب داری که بگی آره یا نه. یعنی چی من تو خیابون یه نفر باهم سلام علیک کنه باش برم سر قرار؟ نگفتم تو خیابون، گفتم تو کلاس توی جایی که میری. بعد بیام وایس دارم صحبت میکنم، بعد بیام منت اینو بذارم که طرف بهم سلام کرد، بعد بهم پیشنهاد قرار داد، طرف کوه خورد. اصلا این بحثی نیست که بخواد منت گذاشته باشه، اصلا منت نداره که داری میگی منت. سر سلام علیکی که من باهاش کردم بیاد بهم پیشنهاد قرار بده، یارو کوه خورده. اصلا من چرا اشتباه کردم؟ من قبول میکردم این رفتاری که داری نشون میدی. من اشتباه کردم، من نگفتم پیشنهادی داشت. من نگفتم همچین پیشنهادی داشتم، تو گفتی همچین اتفاقی واسم افتاده. خب من گفتم پیشنهادش بوده و من رد کردم دیگه. اینکه تو نمیتونی تحملش کنی به من ربطی نداره.
واقعیت رو حداقل من راستشو میگم. نه قبول میکردی دیگه. مگه قبول الان گرفتی به خودت مربوطه دیگه، قبول کردن یا نکردن من پس به خودم مربوطه. یه سوالی پرسید، یه سوالی جواب داد. خب دیگه من جواب دادم، تو هم جواب خودت داد. جواب من این بود، جواب تو اون بود. میتونی باش کنار بیای، میتونی همینجوری بشینی بالا پایین بپری الکی چرت و پرت بگی. حداقل من راستشو گفتم. حداقل من راست یه سوال ازت دارم. واقعا چرا مثلا باتم چیزی بیام بگم نداشتم یا داشتم؟ داشته باشم تروت میگم داشتم دیگه. چرا بعد مثلا خیلی حرکت خاصیه که بگم نداشتم؟ میگم داشتم. عشقم آخه به پسر نمیان درخواست بدم، پسر میره درخواست بده. بهترین و بدترین قسمت رابطتون رو بگید. اول از امیر. امیر بره بمیره تو همه. هی امیر چرا این سوالا رو میذاری اول امیر؟ بهترین اتفاق تایمی بود که پیشنهادم رو قبول کرد. بدترین اتفاق زمانی بود که صبح بلند شدم بهش زنگ زدم ببینم کجاست، گوشیش در دسترس نبود. 12 ساعت فهمیدم که کلن رفته. بعد 5 ساعت رفته بودم جلو درشون، دیدم هیچ اثری ازش نیست. یعنی چیزی که مامانش بهم گفته بود این بود که خبری ازش ندارم، رفته. یعنی من آخرین چیزی که میتونست به ذهنم برسه این بود که ول کرده رفته باشه. یعنی این چیزی بود که حتی اصلا به ذهنم هم نرسید. چونم از این میسوزه، ببخشید دارم این حرفو میزنم، من بیشتر نگران این بودم که به اتفاق بد سرش افته. خدا رو شکرم اتفاق سرش، بلای سرش نیومده بود، ولی بیشتر نگران این بودم که بلای سرش نیومده باشه که مثلا بهم نگفت. نه اینکه مثلا یهو 12 ساعت بعد یهو ببینم از یه کشور دیگه سر و کلش پیدا میشه. شما حالا بگو بهترین و بدترین قسمت رابطه هست با امیر. خب بهترینش کل دورانی بود که با هم داشتیم، بدترینش هم این که خودم مجبور شدم برم. باشه، به رابطتون از 1 تا 10 چند میدید؟ نه اینکه دونه هم به خاطر اینکه پایان خوبی نداشت. من بدون رو دروایسی 10 میدم. یه نصیحت برای رابطه آینده هم دیگه بکنید. مراقبش باش. مراقب چی باشه؟ تو نه با مراقب باشی، اون طرف که با تو قرار تو رابطه باشه قرار مراقب باشی. امیدوارم هیچ موقع پات به زندگیش باز نشه. بچه مرسی که ویدیو رو دیدید. یادتون نره که حتما کانال سابسکرایب بکنید، ویدیو رو لایک بکنید و حتما یه کامنتی بذارید.